سلام خدمت شما همراهای عزیز، امروز میخوایم در کنار هم یک کیک مربع رو کاور کنیم. بعد از اینکه کیکمون رو خامه کشی کردیم و گذاشیم در یخچال استراحت کنه، شروع به گاناش کشی میکنیم. همینجور که میبینید من بدون استفاده از هیچ پلکسی این کار رو انجام میدم. آموزش گاناش کشی بدون پلکسی توی پست‌های قبلمون هست، امیدوارم که دیده باشید و ازش استفاده کرده باشید. بعد از گاناش کشی سطح کارمون رو با یک کاردک تمیز میکنیم و یک دست میکنیم و بعد از اون باید سطح مقطع کیکمون مرطوب بشه تا بتونیم فوندانت رو بهش بچسبونیم. برای کیک های مربع ما از سطح روی کار کاور میکنیم، به این صورت که یک مربع میبریم و روی سطح کار قرار میدیم، با اتوی فوندانتمون رو به سطح روی کیک میچسبونیم و قسمت‌های اضافی رو جدا میکنیم. بعد از این مرحله ما میخواییم دور کیک رو کاور کنیم. برای این کار شما باید فوندانتتون رو وقتی که پهن میکنید به اندازه سطح مقطع دور کیکتون برش بزنید و اجازه بدید یه ذره در معرض هوا قرار بگیره تا یک مقداری از اون حالت نرم بودنش کم بشه. همچنین که توی تصویر مشاهده میکنید هر قسمت رو به کیک میچسبونیم. و بعد از اینکه کاور کردن کیکتون تموم شد و تزیینات اضافی رو روش انجام دادید، نوبت به لبه های کار میرسه که قسمت های اضافی رو ببرید و به حالت 90 درجه کاملا درش بیارید. جای تاپر ساعت رو مشخص میکنیم و تاپر رو روی کیک فیکس میکنیم. آموزش تاپر ساعت در چند پست قبل وجود داره، امیدوارم که استفاده کرده باشید ازش. دوستای عزیز لطفاً در پایین این پست روی دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن بزنید و زنگوله رو روشن کنید. مرسی که حمایت میکنید.